عرفان کیهانی یا عرفان حلقه چیست و چرا با غضب دستگاه قضایی ایران روبرو شده است؟ و در آمریکا آیا آنطور که بعضی سیاه‌پوستان میگویند رفتار پلیس این کشور نژادپرستانه است؟ سلام بر شما و خوش آمدید به برنامه. برخورد با آیین‌های معنوی ناسازگار با یا احیاناً رقیب ایدئولوژی رسمی جمهوری اسلامی چیز تازه‌ای نیست و سابقه‌اش به ابتدای انقلاب می‌رسد، اما در سال‌های اخیر این برخوردها تشدید شده و در مواردی به صدور و اجرای حکم اعدام هم رسیده است. فعالتر شدن اداره فرق و ادیان وزارت اطلاعات و تشکیل دوائر مشابه در سایر دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی را می‌توان یکی از نشانه‌های آشکار نگرانی حکومت از چیزی دانست که در ادبیات رسمی از آن به عنوان عرفان‌های کاذب یا عرفان‌های نوظهور یاد می‌شود. برخورد با شیوه معنوی عرفان کیهانی یا عرفان حلقه و بازداشت بنیانگذار آن محمدعلی طاهری از مواردی است که در چند سال اخیر بارها با اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر بین‌المللی روبرو شده. هفته گذشته قوه قضاییه اظهارات وکیل آقای طاهری مبنی بر صدور حکم اعدام برای او را تکذیب کرد و به این ترتیب بلا تکلیفی این پرونده بعد از گذشت چند سال کماکان ادامه دارد. در برنامه امروز در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با آنیتا قنایی، شاگرد محمدعلی طاهری و فرادرمانگر که از لس آنجلس با ماست، حسن فرشتیان، محقق و پژوهشگر دینی که از پاریس با ما خواهد بود و حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر علوم اجتماعی از واشنگتن طی برنامه ما رو همراهی خواهند کرد. اما قبل از آغاز بحث گزارشی خواهیم دید از همکارم مریم افشنگ. 4 سال می شود که در زندان است. به اتهام ارتداد، محاربه، فساد فلعرض، توهین به مقدسات و مداخله غیرقانونی در امور پزشکی و درمان بیماران. محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه، مکتبی معنوی با تمرکز بر طب مکمل و فرادرمانی. در روزهای گذشته قوه قضاییه صدور حکم اعدام برای او را تکذیب کرد. پیشتر محمود علیزاده طباطبایی وکیل آقای طاهری از صدور حکم اعدام برای موکلش خبر داده بود. البته سازمان عفو بین‌الملل هم از احتمال اعدام آقای طاهری ابراز نگرانی کرده بود. آقای طاهری صرفاً برای خودشون یه رسالت معنوی قائل هستن، به یه سری ادراکات رسیدن و میخوان اینو به دیگران منتقل بدن. تنها چیزی که دنبالش هستن بحث آگاهی رساندن و ارتقای کیفیت زندگیه. من نمیدونم واقعا چه اشکالی داره که یه سری افراد از طریق این سیستم، افراد خیلی زیادی اومدن اوایل قبل از گزارش اول آقای طاهری، یکی از نماینده مجلس یکی از خبرگزاری اعلام کرد که 6 میلیون نفر تا حالا فرادرمانگر هستن، که این تعداد مطمئنن طی این 5 سال میتونم بگم 2 برابر یا 3 برابر شده. این سیستم تنها کاری که داره میکنه، داره یه سری اعتقاد میده، یه سری بیماری ها رو داره برطرف میکنه، اعتقادات بینشی میده و سطح کیفیت زندگی رو داره ارتقا میده. مردی که امروز در زندان منتظر صدور حکم برای اتهاماتی سنگین است، تا چندی پیش مورد حمایت حکومت بود. هم کتابهایش مجوز چاپ داشت و هم خودش اجازه سخنرانی در مکانهای عمومی. حتی دکترای افتخاری هم به او اهدا کردند. واقعیتش اینه که آقای طاهری هیچ گونه گرایشات مذهبی، گرایشات سیاسی نداره و اینو نشون داده. تو سال 88 تو انتخابات ریاست جمهوری از طرف یکی از کاندیداها نماینده فرستادن پیش آقای طاهری. اون موقع موقعی بودش که کیاسه تو اوج خودش بود و داشت قانونی کار میکرد، موقعی بودش که ما مجوز داشتیم توی دانشگاه تهران درس میدیم، داشتیم توی دانشگاه ایران درس میدادیم و اگه این شخص تمایلات سیاسی داشت، واقعا من فکر می‌کنم موقع بهترین موقعیت بود که بتونه وارد این مسائل بشه. در حالی که ایشون موقع خیلی یعنی نخواستن وارد این مسائل بشن و جلسه ای اصلا تشکیل نشد.
عشق گوید راه هست و رفته ام من بارها در دنیای عرفان با یک بار در سال 1389 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی 67 روز را در زندان انفرادی گذراند. بار دیگر در اوایل 1390 به اتهام ارتداد، محاربه، توهین به مقدسات، فساد فلعرض و سب نبی بازداشت و زندانی شد. هوادارانش چندین بار در حمایت از او و در اعتراض به وضعیت نگهداریش در زندان تجمع کردند. تجمعاتی که به خشونت کشیده شد. محمد علی طاهری در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، از اعمال فشار و شکنجه روانی توسط بازجوهایش خبر داد. او در نامه به احمد شهید، به این اعترافات که از شبکه سراسری جمهوری اسلامی پخش شد اشاره کرد و آن را مصاحبه ساختگی خواند. اتهاماتی چون ارتداد و محاربه و فساد فلعرض اتهامات سنگینی است که میتواند محکومیت سنگین به دنبال داشته باشد. شاید جامعه پزشکی طب مکمل و فرادرمانی را مداخله در امور پزشکی بداند و مکتب عرفان حلقه هم میتواند منتقدانی جدی داشته باشد. اما دلیل برخوردهای شدید حکومت ایران با آیین‌های از این دست که از آن به عنوان عرفان‌های کاذب یا نوظهور یاد می‌کند چیست؟ دلیل اینکه حکومت ایران مکاتبی چون عرفان حلقه را آیین‌های ناسازگار با مفاهیم سنتی اسلام می‌داند چیست؟ و چرا رهبران و پیروان این مکاتب مدام تحت تعقیب و فشار هستند؟ متشکرم از همکارم مریم افشنگ و سپاسگزار از مهمانانی که دعوت ما رو پذیرا شدند. خانم قنایی، در گزارش مریم صحبت یکی دیگر از شاگردان آقای طاهری رو شنیدیم که صحبت از این می‌کردن که عرفان کیهانی یا اونچه که حالا به عنوان عرفان حلقه شناخته میشه برای ارتقاء کیفیت زندگی است. این یعنی چی دقیقاً؟ با سلام خدمت شما، ممنون از فرصت که در اختیار من قرار دادید. در این رابطه میتونم توضیح اجمالی که داشته باشم اینه که آموزه‌های آقای طاهری چیزی جز داشته‌های معنوی و عرفانی برآمده از ادب و فرهنگ ایران در ادبیات ایران نیست. اونچه را که مولانا، عطار و خیام در قالب مثال و تمثیل در کتاب‌هاشون عرضه کردن، آقای طاهری اونها را از گوشه کتابخونه‌ها بیرون کشیدن و در واقع به صورت ساده اونها رو بیان کردن و از قالب واژه‌ها خارج کردن به رفتارهای روزمره زندگی ما آوردن. در واقع عرفان کیهانی یک شیوه معنوی خدا محور هست که با ارتقاء بینشی و بیرون کشیدن این معناهای عمیق و عملیاتی کردن در زندگی افراد به زبان امروز، سعی در ارتقاء کیفی زندگی افراد و ارتقاء بینشی اونها داره. آقای فرشتیان، اگر اینطور هست که صحبتش شد، یعنی اگر آنچه که آقای طاهری گفتن همون چیزی است که به هر حال در ادبیات فارسی رایج بوده، چرا برخورد شده باشه؟ بله، با عرض سلام. ببینید، در مورد مسئله که جدیداً به عنوان عرفان‌های نوظهور یا عرفان کاذب مطرح میشه، من فکر می‌کنم یک نگرانی که در بخشی از فقها ایجاد میشه، اینها حرف‌های جدیدی است که زده میشه و با اون اصول سنتی فقهی که در اسلام سابقه داشته چندان هماهنگ نیست و از قضا تاریخ ایران نشون میده در همه برهه‌ها پس از یک شکست اجتماعی گرایش به عرفان‌ها و معنویت‌ها زیاد میشه و اوج این حوادث رو، حتی اوج ادبیات شعرا و عرفانی رو، ما پس از حمله مغول به ایران می‌بینیم. در سال‌های اخیر نیز، چه دوران پس از جنگ چه و در سال‌های اخیر، نوعی گرایش باطنی در جامعه ایجاد میشه. این گرایش باطنی میتونه محور جدیدی رو در برابر تفکرات سنتی شیعه ایجاد کنه. شما در مورد فتاوایی که در مورد ارتداد ایشون گرفتند، اگر دقت کنید، بیشتر به اتهاماتی نسبت داده میشه و آقایان مراجع بر فرض اون اتهامات پاسخ میدن. یعنی اگر این اتهام باشه، اگر ایشون سب و نبی کرده باشه، توهین به پیامبر کرده باشه و اگر حرفش مخالف اسلام باشه، به نظر من هیچ گونه بررسی در این عقاید ایشون نشده و شما اون سوال جواب ها رو میبینید بر مبنای یک پیش فرضی است. اگر
آقای قاضیان، شما علت به هر حال کمابیش میشه گفت که اقبالی، حالا آمار رسمی ما نداریم، ولی اون تو که خودشون میگن که بحث میلیون ها هست، ولی اجمالا هم میشه گفت که به هر حال با اقبال روبرو شده آموزه های آقای طاهری. دلیل این رو چه میدونید شما جناب قاضیان؟ میشه برای این موضوع هم دلایل مذهبی جستجو کرد، هم دلایل سیاسی. دلایل مذهبیش در واقع عبارت است از این که اگر بنا به مدل اقتصادی دین رو یک کالا فرض کنیم، یا عرفان رو یا معنویت رو که به بازار عرضه میشه و به دنبال مشتری هست، شما در واقع اینجا با دست اضافه توی بازار روبرو هستید. یعنی فکر شیعی، عرفان شیعی و اسلامی تصور میکنه که یک رقیب جدید اومده به میدون و مشتری ها به سمت او خواهند رفت، بنابراین باید این مشتری از بازار کنار زده بشه. و چون قدرت ابتکار عمل مدنی برای این منظور وجود نداره که شما بتونید تو این بازار رقابتی بمونید، یعنی از طریق فقه اسلامی، شریعت اسلامی، عرفان اسلامی و ایده های اسلامی، و نمیتونید در برابر این موج عظیم عرفان های بدیل مقاومت بکنید، به دولت پناه میبرید و از قدرت اون استفاده میکنید برای اینکه قدرت خودتون رو تو بازار حفظ بکنید برای حفظ مشتریان. بنابراین یه جنبه مذهبی داره، جنبه سیاسی هم داره، چون حکومت ایران با هر نوع امکان بالقوه‌ای که به جامعه به اصطلاح امکان بسیج و سازماندهی بده و یک کانونی برای مقاومت مدنی بشه و موقعی که اقتضا بکنه یک نوع به اصطلاح تهاجم مدنی رو شروع بکنه به عرصه سیاسی، مخالفت میکنه و همیشه این کانونها رو از بن سعی میکنه بر بکنه. اینجور فضاها و موقعیتها همیشه امکان تجمع و بسیج و سازماندهی رو برای افراد در موقعیتهایی که جامعه ملتهبه فراهم میکنه و نظر سیاسی هم یک نوع خطر محسوب میشه برای حکومت. خانم قنایی، شما اشاره کردید به آموزه های آقای طاهری، ولی میدونید که آنچه که الان در پرونده ایشون مطرح هست، جنبه هایی که به هر حال محکوم شدن، ضرورتاً اعتقادات ایشون یا اون چی که آموزش میدادن نیست. بخشی از اینها برمیگرده به بحث جعل عنوان، نمیدونم اخاذی و شیادی و یا بحث مسائل جنسی و الاخر. فکر میکنید که این اتهامات آیا به هر حال در پرونده ایشون وجود داره، شاکی خصوصی داره، آیا صرف محاکمه ایشون رو حتما باید به خاطر مسائل اعتقادی ایشون دونست، در حالی که در پرونده شاکی خصوصی هست؟ مقدمتا برای پاسخ به این سوالتون ببخشید، من باید خدمتتون عرض بکنم که آقای طاهری اون چه رو که در واقع از شخصیت ایشون برمیاد، ایشون یک فرد اخلاق مدار، قانون مدار، عاشق خانواده، همسرشون و فرزندانشون هستن و هرگز رفتاری خارج از قانون وجود نداشته. و من به عنوان یک شاهد عینی که سالها در کلاس‌های ایشون شرکت کردم، رفتار ایشون رو مد نظر قرار دادم و در واقع در کلاس‌های ایشون شرکت کردم، هیچ گونه رفتار خارج از قانون در و شؤونات اسلامی در فضای کلاس ایشون و در آموزه‌های ایشون و در رفتار شخصی ایشون هیچ گونه بی‌عفتی، توهین به مقدسات و یا این اتهاماتی که در واقع منظور شده علیه ایشون بنده مشاهده نکردم و شهادت میدم به عنوان یک شاهد عینی، چه بسا که افراد دیگری از شاگردان ایشون هم این شهادت ها رو تنظیم کردن، به صورت فیلم در شبکه های مجازی و در اینترنت موجوده. اما نگاهی به پرونده قضایی آقای طاهری نشون میده که اتهاماتی که علیه ایشون در واقع اعمال شده، این پرونده رو به جایی رسونده که الان بعد از گذشت 4 سال آقای طاهری در رابطه با این قضیه مورد جزا قرار گرفته. و اما از یک طرف دیگه همواره کوشیده شده که پرونده آقای طاهری به یک پرونده امنیتی تبدیل بشه در نگاه آحاد جامعه افکار عمومی، در نگاه قوه قضاییه و حتی در نگاه بازجوهای آقای طاهری، این پرونده یک پرونده امنیتی قلمداد بشه. و من اینجا میخوام برای اولین بار خدمت شما عرض بکنم در رابطه با پرونده آقای طاهری دست های پشت پرده قرار گرفتن که خصومت های شخصی،
حسادت ها و منافع شخصی و اهداف شخصی خودشون رو دنبال میکنن. این گروه ها با بازیچه قرار دادن هر دستاویزی در واقع هواداران قوه قضاییه رو به بازی گرفتن و سعیشون بر این هست که از یک معلم ساده و شیرین گفتار در واقع یک خطر و بحران امنیتی درست بکنن. بسیار خوب، یعنی در واقع این اتهاماتی که به هر حال در پروندهش مطرح هست و از دید شما ناوارد هست و فکر میکنید که درست نیستن. آقای فرشتیان، یه اشاره جناب قاضیان داشتن به بحث، حالا به عنوان یک کالا اگر نگاه بکنیم، مقوله رقابت. الان به هر حال روحانیت شیعه، شما اشاره به فتواهای ارتداد کردید که در مورد ایشون صادر شده، روحانیت الان قدرت سیاسی قضایی همه چی رو در دست داره، بنابراین از این ابزارها میتونه استفاده بکنه برای کنار گذاشتن رقباش به تعبیر جناب قاضیان. ولی بعد در طول تاریخ شیعه هم وقتی نگاه میکنیم ببینیم که خیلی از مراجع، حالا اگر قدرت سیاسی دستشون نداشتن ولی دوروبر خودشون بزن بهادر داشتن که اگر رقیبی به هر حال تو دو کوچه بالاتر قدلم میکرد میفرستادن و خب به هر حال تسبیح حسابهایی میشد. چرا این گونه هست؟ چرا در آیا این به هر حال در باطن شیعه هست یا اون چه که به هر حال در تاریخ ما دیدیم علتش چیه؟ ببینید، اولا در مورد مراجع که این افرادی داشتند بزن بهادر، این در مورد همه مراجع صادق نبوده. نه، عرض کردم همه نه، ولی خب برحال به تعداد قابل توجهی بوده که بله. ببینید، این در مورد همه قطبها و همه محورها اینجوری، یعنی کسی انگامی که قطب یک جمعیتی میشه، افراد زیادی دور و برش رو میگیرن، در بین این افراد افرادی سینه چاک مدافع میشن. این من فکر میکنم در همه قطبها و محورها، حتی شما در قطب و سایر قطب‌ها و سایر انحلال‌های فکری هم در نظر بگیرید، افرادی هستند که حامی اون محوریت و رهبریت میشن. اما اینکه چگونه این حادثه که الان مراجع با توجه به قدرتی که دارن در ایران، روحانیت و حکومت دست، در حقیقت حکومت بخشش دست این روحانیته، علارغم اینها چرا چنین اقدام میکنن؟ اتفاقا به همین دلیل اقدام میکنن، چون قدرت دارن. در زمانی که قدرت سیاسی دست روحانیت نباشه، فقط فتوای ارتداد داده میشه و ارتداد هم در عصرهای قدیم گاهی اجرا میشد، یعنی توسط هواداران اینها با انگیزه های دینی اجرا میشد. هواداران اینها با انگیزه های دینی اون حکم رو اجرا میکردن، گاهی هم اجرا نمیشد، فقط دوری گزیدن از این افراد بود. اما مشکل امروز این شده که حکومت که این وسط به عنوان یک متعادل کننده بود در سابق، یعنی در این دعوای بین فقیهان سنتی و عقاید دیگه دگراندیشان، حکومت نقش واسطه رو ایفا میکرد، یک زمین بازی رو ایجاد میکرد، یک منطقه بیطرفی رو در فضای جامعه ایجاد میکرد تا این دو نفر بتونن با هم بحث کنن و حتی گاهی استکاک ایجاد کنن. امروز حکومت خود یک طرف دعواست، بخشی از مشکل از اینجاست. و لذا شما نگاه کنید در اون استفتایی که شده، نحوه سوالات گرایش دهنده پاسخه. سوال میشه، کسی حلقه عرفانی تشکیل داده و به پیامبر توهین کرده، به امام زمان توهین کرده، به روحانیت توهین کرده، خب آقایون مراجع بگن ایشون جواب در خود سوال مستتر هست. بله. بله، نوع سوال کردن بله. خیلی اهمیت داره و جالب اینه که ازم رو کوتاه کنم. ولی آقای فرشتیان، اگر چون نکته مهمی رو اشاره کردین، همیشه اتفاق میفته، مرجعی که به هر حال خودش رو یا مقلدینش هم اون رو به عنوان یک مرجع فکری قلمداد میکنن که بناست مراجعه بشه بهشون در مسائلی که میتونه جان انسان‌ها در میون باشه، آیا صرفاً باید از روی صورت یک سوال که کسی که به پیامبر توهین کرده یا فلان و اینا، باید به همین راحتی فتوا بدن که ایشون مرتد هستن؟ یعنی این چه نوع مرجعیتی است که بدون تحقیق، به تعبیر چون شما گفتید تحقیقی نمیشه، صرفاً بر اساس اون چه که سوال مطرح میشه جان یک نفر احتمالاً به بازی گرفته میشه این وسط؟ بله، اتفاقا سوال بسیار جالبیه و عرض کنم که 10-12 تا از مراجع که جواب دادن به این سوال، برخی قاطعانه اعلام کردن مرتد است ایشان، مرتد است. خب این خیلی امر عظیمی است، یعنی شخصی رو بدون اینکه شما محاکمه کنید، بدون اینکه پاسخ او رو بشنوید، حکم ارتداد صادر میکنید. خطر اینجاست. از قضا برخی از مراجع جواب صحیح‌تر و مناسب‌تری دادن، شاید از جمله خود آیت الله خامنه‌ای که گفته از ایشون اجتناب کنید، یعنی از چنین تفکری اجتناب کنید، یا آیت الله صانعی جواب مناسبی دادند. این جواب ها در حقیقت اگر فردی امام زمان رو توهین میکنه، اگر
با روحانیت عرض کنم که مورد توهین و اتهام قرار میده و پیامبر رو جاهل و نادان خطاب میکنه، از این فرد اجتناب کنید. جواب صحیح اتفاقا جوابی است که گفتم در جواب بخشی از این مراجع هست، یعنی اگر با این فرض اینجوری هست از این اجتناب کنید. بس. اما کسانی که گفتند نه، پاسخ دادند یک، این از مسلمان نیست، از اسلام خارج است، اگر بداند مرتد است، این فضای جامعه رو به اختشاش میکشونه و شما میدونید که حکم مرتد در جامعه چیه و در بخشی از هواداران اونها چه تأثیراتی میگذاره. ما در طول این سالها شاهد اجرای احکام بودیم، از قتل‌های زنجیره‌ای تا قتل‌های محفلی که به دلیل تفکر در بین هواداران و نیروها که این فرد فاسد است یا مرتد است این کار شده و این خطر بزرگی است که امروز بخش مذهبی جامعه رو تهدید میکنه. آقای قاضیان، در تحلیل ماجرا خیلی وقتا گفته میشه که به هر حال حکومت مذهبی احتمالاً فشاری که وجود داره و باقی داستان، یا اینکه نه ایران در یک مرحله هست که از یک سنتی داره به یه سمت مثلا مدرنیزمی قدم برمیداره و الاخر بنابراین اینها باعث میشه که این نوع حالا فرقه ها، چون خود من اجتناب میکنم از گفتن این به خاطر اینکه خود پیروان آقای در واقع یا شاگردان آقای طاهری از گفتن فرقه و دین و اینها اجتناب میکنن، ولی به هر حال حالا اون شیوه معنوی که اگر بتونیم بهش بگیم هم ایجاد میشه و هم اقبال بهش هست، ولی وقتی توی جامعه مثل جامعه آمریکا که شما هستیدم نگاه میکنیم میبینیم که باز این ها وجود دارند، خیلی هم زیاد هست و رونق هم داره. اونجا چه اتفاقی میفته و چقدر میشه واقعا این دلایلی که برای ایران داره ارائه میشه رو پذیرفت با این حساب؟ اتفاقا به نکته خیلی جالبی اشاره کردی، چون این پدیده واقعا پدیده جهانی است، منحصر به ایران نیست و بر حسب اتفاقا پدیده جهانی شدن به وضعیت جهانی این موقعیت کمک کرده، به این مفهوم که گسترش ارتباطات و نشر اطلاعات عملا موجب شده که این نوع از ایده های جدید دینی و معنوی در سراسر جهان بهتر پراکنده بشه و بنابراین خود نظریه جهانی شدن یکی از راه های توضیح گسترش و وجود این پدیده است در کشورها و جامعه های مختلف. از طرق دیگری هم سعی شده به ظهور این پدیده ها براش توضیحی داده بشه، از جمله مسئله تاریخ طبیعی دین هست که در طی تاریخ طبیعی دین ما ببینیم که همیشه وقتی یک جریان و حرکت دینی ظهور میکنه و بروز میکنه و خودش رو میاندازه و سازمان پیدا میکنه و استقرار پیدا میکنه، به مرور در حاشیه‌اش یک نوع به اصطلاح مخالفت ها یا شعبه زدن های پیدا میشه که همون ما اصطلاحا از لحاظ جامعه شناسی بهش فرقه هم میگیم. این فرقه ها کم کم خودشون یه حرکت جدید رو درست میکنن که از دین قبلی منشعب شده که سازمان یافته و نهادمند شده و یک نوع جنبش تلقی میشه در قبال اون وضعیت نهادی و به مرور اینها هم خودشون رو مستقر میکنن، میندازن و تبدیل میشن به یک دین و نهاد پیدا میکنن و باز دوباره به همین ترتیب فرق جدیدتری از دل این جریان‌های دیگه می‌جوشه. بنابراین یه بخشش نارضایتی است از دستگاه مستقر دینی و معنوی عصر حاضر در جنبه‌های متفاوتی از ادیان مستقری که وجود داره. به این ترتیب این امکان پدید میاد که در کنار اونها جریان‌هایی به وجود بیاد در نفی دین موجود به دلیل اینکه اون نیازهای اساسی رو که از دین انتظار می‌رفته برآورده نمی‌کنن. از طرف دیگه جهان سکولار شده هم پاسخ مناسبی به اون نیازهای اساسی نمیده، چون همونطور که گفتم اگر دین رو به مثابه کالا فرض کنیم دست کم 3 کالای اساسی رو به بازار عرضه میکنه که رقباش باید ببینن که این رو میتونن عرضه بکنن یا نه، من جمله جریانهای سکولار. اولیش مسئله معنابخشی به زندگی، آدم ها دنبالی هستن که آغاز و انجام عالم و آدم رو در بیابن و بدونن کجای این جهان هستن، معنایی به زندگی خودشون ببخشن. دین و معنویت یکی از کالایی که عرضه میکنن معنابخشی به جهانه. به علاوه یک نوع آویزگاه یا تعلق یا ریسمانی هم به دست آدما میدن که به اون چنگ بزنن و از این سرگشتگی، از این نیازهایی که دارن و جهان مادی به اون نیازها نمیتونه پاسخ بده بر بیان. و به علاوه برای واقعیت مسلم مرگ که برای ما از هر واقعیتی مسلمتر و قطعیتر هست هم یک نوع جاودانگی عرضه میکنن. این 3 کالای اساسی که دین عرضه میکنه وقتی ادیان موجود که نهادمند شدن و استقرار پیدا کردن و پیر و منجمد شدن نتونن این کالاها رو درست عرضه بکنن، اون وقت رقبای جدیدتری به بازار میان که با گفتارهای جدید، ایده های جدید سعی میکنن این
سه تا کالا رو که نیاز اساسی بازار هست بدن و اون وقت مشتری های جدید جلب میشه و فرق جدید و حرکت های جدید پدید. خانم قنایی، شما در گزارش همکارم خانم افشنگی هم بود در ابتدای برنامه، به هر حال میدونیم که سالها آقای طاهری فعالیتاش رو آزادانه انجام میدادن، حتی به هر حال مجوز و کتابهاشون رو آزادانه منتشر میشد الی آخر. چه اتفاقی افتاد که شما یه اشاره مختصری کردید ولی من میخوام یه مقدار مفصلتر یا بس روشنتر، حالا خیلی در لفافه نه، چه اتفاقی افتاد از یه مرحله در واقع فعالیت‌ها به نوعی ممنوع شد و دچار مشکل شد؟ همونطوری که خدمتتون عرض کردم، فعالیت‌های آقای طاهری همون جوری که مندرج در پرونده‌شون هست، تأکید می‌کنم بر اساس پرونده قضاییشون کاملاً با مجوزهای قانونی بوده و در مدتی که ایشون فعالیت داشتن، در مدت 10 سالی که فعالیت داشتن در قالب مؤسسه فرهنگی هنری عرفان کیهانی، بدون مواجه شدن با هیچ مشکلی فعالیتشون ادامه داشته و تونستن که در واقع این آموزه‌ها رو عرضه بکنن و مورد توجه عده بسیار زیادی هم قرار گرفته. اما بازم همونطوری که خدمتون عرض کردم، نگاه در واقع برانگیخته شدن حسادت ها، افرادی که احساس از وجود آقای طاهری روشن بشه، یعنی برانگیخته شدن حسادت یعنی چی؟ چون به هر حال قوه قضاییه رو که نمیتونه برانگیخته شدن حسادت به حرکت در بیاره یا نهادهای امنیتی رو. افرادی که خودشون یا با نفوذ بودن یا وابسته و آشنا بودن با افراد با نفوذی در بدنه حکومت، اینها خصومت های شخصی رو مطرح کردن، با آقای طاهری ایجاد کردن، در واقع پیشنهاداری به آقای طاهری دادن. یعنی میخوام بهتون بگم که این از یک دشمنی کوچک شخصی شروع شد، اما توسط افرادی که زینفوز بودن و بعد اینها تونستن با همین دوستان، مطالبی که دوستان عرض کردن، تا جای پیش بردن قضیه رو که دست به با ارائه مدارک جعلی، جملات گزینشی سر و ته بریده، استفتاهای علیه آقای طاهری بگیرن، سیاه نمایی های در رسانه جمهوری اسلامی ایران، در تلویزیون ایران انجام دادن، در وبسایت های خبری و رسانه های رسمی و غیر رسمی شروع به در واقع دروغ پراکنی علیه آقای طاهری کردن و چهره دیگری از آقای طاهری، چهره جعلی از آقای طاهری رو ارائه دادن و این باعث گمراه شدن مراجع تقلید، همون جوری که ما میبینیم دستگاه قضایی حتی، و در واقع تشنج ایجاد شدن در جمعیت هواداران بوده و این در یک بازی شخصیه. منتها این افراد به علت اینکه نامشون مطرح نیست، مسئولیت این قضیه متوجه اونها نخواهد بود، لذا ابایی هم ندارن از اینکه فرد بیگناهی مثل آقای طاهری رو در واقع قربانی اهداف خودشون بکنن. بسیار خوب، متشکرم خانم قنایی. آقای فرشتیانده، از ابتدای انقلاب به هر حال افرادی که حالا نگاه متفاوتی به دین و مذهب داشتن، از جمله برخی از مراجع، تعداد قابل توجهی از مراجع فعالیت‌هاشون متوقف شد، در حصر خانگی رفتن، یه عده زیادی در همان حصر از دنیا رفتن و مردن، ولی اعدام یا صدور حکم اعدام برای مسائل عقیدتی یا صرفا به خاطر اون چه که یک فرد باور داشته باشه، منظورم جنبه های سیاسیش نیست، وگرنه در اون مورد که به هر حال هزاران نفر اعدام شدن، ولی از باب مسائل صرفا اعتقادی که حالا کاری هم به سیاست نداره حکم اعدام نمیدادن. این اواخر به نظر میاد که این شروع شده، یعنی مورد اول هم نیست. حالا البته اگر حکم آقای طاهری تایید بشه، ما نمیدونیم، چون قوه قضاییه گفت حکم صادر نشده برخلاف اون چیزی که وکیلش گفته بود، ولی چرا داره به سمت اعدام پیش میره؟ من فکر میکنم حکومت برای حذف منتقدین و مخالفین و کسانی که میتونند به صورت بدیل و به صورت محور و قطبی قرار بگیرند که دی دور خودشون جمع کنند، حتی من امیدوارم در مورد ایشون حکم اجرا نشه و گمان میکنم و امیدوارم که اینجور که فکر میکنم باشه، که این برای انداختن ترس و دلهوره باشه فقط، و امیدوارم اینجور باشه. عرض کنم که تفاوتی که داره در مورد مراجعی که در حصر خونگی بودند، مسئله ارتداد مطرح نمیشد. اونها موضع سیاسی داشتند، معمولا به این دلیل در حصر خانگی به سر می بردند، یا اگر موازی مراجعی کنار زده شدن از حکومت و مورد فشار قرار گرفتند، جنبه دگر اندیشی در او کمتر بود، یعنی بیشتر مسئله سیاسی بود. و عرض کنم که حتی شما
آخرین مرجع رو مرحوم آیت الله منتظری رو در نظر بگیرید، ایشون بیشتر به دلیل مسائل سیاسی محصور شد، هرچند این مسائل سیاسی ریشه در نوع اندیشه ایشون داشت که نسبت به دیگران روایت متفاوتی از به حال مثلا دین مذهبی ولایت دین داشت. بله این رو حکومت نمیتونه این روایت متفاوت رو تحمل کنه. درست. اما در موارد اخیر کاری که میشه اینه که تصمیمات در جای دیگری اتخاذ میشه و به صورت سوال در میاد از مراجع، آیا فردی اگر چنین بگوید مرتد است؟ مراجعی که نمیشناسند، نه کتابهایشون رو خوندند و نه میدونند راجع به گاهی چه کسی داره صحبت میشه، حکم ارتداد میدن. یعنی داستان از حکم ارتداد شروع نمیشه. داستان از جای دیگری شروع که روشن بشه حال حکمش معلوم هست دیگه. آقای قاضیان در یکی دو جمله لطفاً فکر میکنید که این برخوردها حالا گیرم به کار به اعدام و ماجراهای دیگر بکشه یا نشیباه امنیتی میتونه جلوی اشاعه این نوع افکار رو بگیره یا حکومت به مقصد خودش که در واقع محدود کردن اینها هست میتونه برسه در چند جمله؟ من گمان نمیکنم، نه فکر میکنم که حکومت به این مقصود خواهد رسید، نه خودشون باور دارن که لزوماً به این مقصود میرسن، ولی به هر حال میتونن کار رو محدود کنن. به این ترتیب باید گفتش که کارشون عمدتاً یک نوع سیاست پیشگیری و محدودسازی است تا از بین بردن نهایی، چون این پدیده ها به دلیل همون نیازهایی که وجود دارن هستن، خواهند بود و این فشارها فقط شکل ارائه و عرضه اونها رو ممکنه متفاوت کنه. بسیار بسیار متشکرم حسین قاضیان، آنیتا قنایی و حسن فرشتیان، بسیار ممنونم از اینکه با ما همراه بودید. در آمریکا کشته شدن 9 شهروند سیاه‌پوست که مشغول عبادت و انجیلخوانی در کلیسایی در شهر چارلستون در ایالت کارولینای جنوبی بودند، آن هم به دست مردی سفیدپوست، بار دیگر به بحث درباره نژادپرستی در این کشور دامن زد. کشوری که کم کم جمعیت رنگین پوستانش از سفید پوستان در آن بیشتر شده، هنوز با نارضایتی گروه‌های گسترده ی سیاه پوستان روبروست. بسیاری از آنها رفتار نهادهای دولتی از جمله پلیس را با خود تبعیض‌آمیز می‌دانند و روز به روز صدای اعتراضشان بلندتر می‌شود. در بخش دوم برنامه درباره دلایل و ریشه‌های این نارضایتی صحبت خواهیم کرد، پس از این گزارش همکارم سام فرزانه از واشنگتن. باراک اوباما که کاخ سفید را تحویل گرفت، امیدواری برای پایان تبعیض علیه سیاهان آمریکا بیشتر شد. اما کشته شدن سیاه‌پوستان به دست پلیس‌های سفیدپوست در یک سال گذشته جامعه آمریکا را دوباره با این سوال روبرو کرده که آیا پلیس آمریکا نژاد پرست است؟ کشتار 9 نفر سیاه‌پوست به دست مرد سفیدپوست 21 ساله‌ای در این کلیسا در شهر چارلستون ایالت کارولینای جنوبی سوال را گسترده‌تر کرده است. آیا آمریکایی‌ها نژادپرست هستند؟ نیاز کسروی، حقوقدان و فعال حقوق رنگین پوستان آمریکا، می‌گوید همواره فرمی از نژادپرستی در آمریکا بوده است. وجود جامعه سیاه پوست در امریکا بر اساس بردهداری بوده و از اولی که به این کشور آمدن با مسئله تبعیض نژاد روبرو شدن. اولش این مسئله قانونی بود. بعد از سالها فعالیت بردهداری ممنوع شد. بعد از سالها فعالیت تبعیض نژاد در قانون ممنوع شد. ولی هنوز قانون‌ها با این که میگن نباید تبعیض قائل بشن، جوری اجرا میشن که اثر منفی روی سیاه‌پوستان و اقلیت‌های دیگه در این مملکت دارن. این تبعیض‌ها و جان‌های گرفته شده سبب به راه افتادن جنبشی به نام جان سیاهان مهم است شده. والترینا میدلتون که دختر عمویش را در کشتار چارلستون از دست داده، یکی از فعالان این جنبش است و آن را ادامه تلاش‌های 100 ساله سیاهان می‌داند. مطمئن نیستم که مردم الان اهمیتی میدن یا نه. نمیدونم که آیا مردم امروز میفهمن عمق درد زیر ذره بین رفتن و متهم بودن، اینکه نتونی خودت باشی چیه؟ فقط برای اینکه نمیخوای یک هشتگ دیگه یا آمار مردن بشی. پایین کشیدن این پرچم از این بنای یاد بود در نزدیکی کنگره ایالتی کارولینای جنوبی، جدیدترین تلاش جنبش اهمیت جان سیاه‌پوستان است. پرچمی که تا 15 سال پیش
بالای گنبد کنگره بوده. یکی از پرچم‌های رزمی ایالات مؤتلفه آمریکاست، کشوری که هیچگاه به رسمیت شناخته نشد و مجموعه ای از ایالت‌های جنوبی بود که با بردهداری موافق بودند و در جنگ با ایالت‌های شمالی. سیاه‌پوستان از آن منزجرند و آن را نشانه ای از نژادپرستی می‌دانند. دیلان روف متهم اصلی کشتار در کلیسای شهر چارلستون اما نظر مخالفی داشته و از پیروز آن نبرد بیزار است. بحث در مورد این پرچم و آیا باید برداشته بشه یا برداشته نشه یه قسمت خیلی بزرگی از آماده نبودن تعداد بسیاری از شهروندای این کشور راجب مسائل تبعیض و اینکه باید روبرو بشن و قبول کنن که یه قسمت شرم‌آور تاریخشون هنوز داره در زندگی خیلی ها تأثیر میذاره. به نظر کارشناسان قبول این بخش از تاریخ و گفتگو درباره آن است که در نهایت منجر به عوض شدن اوضاع خواهد شد. متشکرم از همکارم سام فرزانه در واشنگتن برای تهیه این گزارش. در این بخش از برنامه دو مهمان جدید به ما پیوستند. منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون که از نیویورک با ماست، و شروین آثاری، عضو هیئت علمی دانشگاه میشیگان و عضو مرکز تحقیقات نژاد، فرهنگ و سلامت که از میشیگان با ما خواهند بود. بسیار ممنونم از هر دو مهمان برنامه. آقای فرهنگ، شما سالها بیش از 3 دهه در آمریکا زندگی کردید. با پرسشی که سام در ابتدای گزارشش مطرح کرد شروع بکنیم. آیا پلیس آمریکا نژادپرست است؟ این کلیت چک سکری است. در بین افرادی که در آمریکا به عنوان پلیس نقشی دارن عناصر نژادپرست وجود داره، ولی این کلی بافی که پلیس آمریکا نژادپرسته هیچ ارتباطی با واقعیت نداره. در همین شهر نیویورک درصد پلیس های سیاه‌پوست حداقل موازی با درصد سیاه‌پوستان است که در شهر زندگی میکنن، ولی واقعیت امر اینه که تعصب و تبعیض نژادی در قالب جوامع دنیا وجود داره، ولی در آمریکا به دلیل تاریخ بردگی روانشناسی این تعصب و تبعیض ویژگی های خاص خودش رو داره. در رابطه با تجربه خود من در این مملکت تردیدی برای من وجود نداره که شکاف نژادی در آمریکا در طی 40-50 سال گذشته به شکل چشمگیری تقلیل پیدا کرده، ولی شکاف طبقاتی گسترش پیدا کرده. آمریکا تنها کشوری است تا اونجا که من اطلاع دارم که بین مسائل مربوط به نژاد و تبعیض نژادی و مسائل مربوط به فقر و طبقات اجتماعی مخلوط شده. بسیاری از مشکلاتی که در آمریکا در رابطه با ظلم علیه سیاهان وجود داره مربوط به فقر و موقعیت طبقاتی اونهاست. سیاه‌پوستانی که طبقه متوسط میشن و از مشاقلی مثل بقیه سفیدپوستان برخوردارن، بچه هاشون به همون مدارسی میرن که سفیدپوستان میرن، اونها مشکل تبعیض نژادی از جهت حقوقی و قانونی در رابطه با زندگیشون ندارن. البته رفتار و کردار و خلق و خوی تبعیض نژادپرستی در بین انسان‌ها وجود داره که اون مسئله کاملا جدا از قوانین و نهادهای اجتماعیه. بنابراین موضوع نژادپرستی در آمریکا و مشکل سیاهان بسیار غامض‌تر و پیچیده تر از اینه که ما بخوایم تقلیلش بدیم به نژادپرستی. آقای آثاری، شما چگونه میبینید؟ خب من از جهات خیلی زیادی با آقای دکتر فرهنگ موافقم که اولا خیلی پیچیده است، هم در واقع پالیتیکال، هم اخلاقی، هم روانشناسی، هم جامعه شناختی، و خیلی پیچیده تر از چیزیه که بشه خیلی راحت تحلیلش کرد. ولی در سطوح مختلف جامعه آمریکا در واقع هم تبعیض که تبعیض نژادی وجود داره و در واقع این هم درون افراد، در واقع within individual، هم بین فرد، بین رفتار آدم ها، هم توی در واقع سازمان ها و هم توی ساختار جامعه هست.
اگه بخوام مثال بزنم، مثلا فرض کنید مطالعاتی هست که نشون دادن عروسک‌های سفید و سیاه و به بچه‌های سفید و سیاه و ازشون پرسیدن که این کدوم بهتره، یا یه داستانو گفتن می‌خواستن ببینن کدومش در واقع پایان بهتری برای اون عروسک سیاه یا سفید هست، حتی بچه‌های سیاه فکر می‌کنن که سفید بهتره و باید عاقبت بهتری داشته باشه. بنابراین درون حتی سیاها در واقع اون دیسکریمینیشن یا تبعیض درونی شده، خیلی پیچیده است. آقای آثاری، آیا این رو میشه گفت که این یه نوع تبعیض هست که درونی شده در اینها، یا نه تجربه زیسته اونهاست که میبینن که حالا به تعبیر شما سفیدها عاقبت به خیرتر میشن معمولا، و طبیعتا اگر داستانی هم بخواد در ذهن خودش درست بکنه عروسک سفید رو پایان بهتری بهش میده؟ همینطوره، بله، به خاطر اینه که تو جامعه میبینه و در واقع مدیا و تو فیلم های والت دیزنی همیشه خوشبخت سفیده و اون خدمتکار زن سیاهه که همیشه سرویس میده. به هر حال اینا یادگیری های اجتماعیه، ولی فقط خواستم بگم در سطوح مختلف هست. کوچکترین سطحش سطحیه که درون افراد هست، بعد بین افراده، مثلا یه سفیدی که ممکنه رفتار نامناسبی داشته باشه با یه سیاه، بعد توی سازمان هاست که ممکنه ارتقا برای سیاه ها سخت‌تر باشه، و بعد ساختار جامعه جوریه که در مناطقی که سیاه ها میشینن کار کمتره، مدارس تعطیل میشه چون تکسو نمیتونن بدن به خاطر اینکه در واقع شغلی ندارن، ممکنه در واقع وارد باندای تبهکار بشن. به هر حال در سطوح مختلف تبعیض وجود داره، و فقط هم توی آمریکا نیست. یه مطالعه بود، مقایسه کرده بودن کشورهای مختلف و از مردم پرسیده بودن که چقدر در واقع چقدر دوست ندارن که یه کسی با نژاد متفاوتی همسایه‌شون بشه، و فقط 4% آمریکایی‌ها گفته بودن ما نمی‌خوایم یه آدم دیگه از نژاد دیگه‌ای، در صورتی که تو هند این حدود 40% بود، یا توی فرانسه بالای 20% بود. به هر حال آمریکا با بقیه کشورها خیلی متفاوت نیست، خیلی بدتر نیست، ولی انقدر این مسئله پیچیده است که حلش خیلی دشواره. آقای فرهنگ، این ماجرا حالا اشاره کردن جناب آثاری، خود شما هم صحبت کردید، به هر حال در جاهای مختلف میتونه وجود داشته باشه. فکر میکنید که چقدر در آمریکا مسئله آزادی داشتن سلاح و حمل سلاح میتونه این مسئله رو پیچیده تر و بدتر بکنه؟ اون مربوط محدود به مسئله سیاه پوستان نیست، بلکه اون در جامعه آمریکا اون گرفتار واقعا این فرهنگ بیمارگونه هر کسی حق داره تفنگ داشته باشه و غیر ذالک. ولی واقعیت امر اینه که سیستم وقتی صحبت از نژادپرستی و تبعیض نژادی میکنیم، یادمون باشه که رئیس جمهور آمریکا یک سیاه پوسته، دادستان کل آمریکا یک سیاه پوسته، و سیاه پوستان آمریکا یا حتی در ایالت ساوث کارولینا که این جنایت اخیر صورت گرفته یکی از سناتوراشون سیاه پوسته، و از این نوع مثال ها براتون خیلی زیاد میتونم بزنم. اما واقعیت هم اینه که امروز مردان سیاه پوست آمریکایی حدود 6% از جمعیت آمریکا رو تشکیل میدن، ولی نزدیک به 40% از 2.2 میلیون زندانی آمریکا مردان سیاه‌پوست آمریکایی هستند. یعنی چرا این اتفاق میفته؟ که این مربوط به خشونت، مربوط به استفاده از تفنگ، و اون اینه که مثلا دیدبان حقوق بشر که من در اونجا عضو فعال هست، اجازه این نقطه خیلی جالب که دیدبان حقوق بشر مطالعه کرده که تعداد سیاه پوستانی که از مواد مخدر استفاده میکنن از درصدی که سفید پوستان استفاده میکنن به هیچ وجه زیادتر نیست، ولی 37% از کسانی که در آمریکا به دلیل استفاده از مواد مخدر دستگیر میشن سیاه پوستانن. بنابراین چون امکاناتشون ندارن که از خودشون دفاع بکنن، دستگیری سیاهان و محاکمه اونها برخلاف سفیدپوستان قابل مقایسه با درصد جمعیت اونها در جامعه نیست. بنابراین باز من برمیگردم به فقر،
زندگی کردن در مناطق و مزارع و جاهایی که فقر و خشونت خیلی زیاده. توجه داشته باشین در شهر شیکاگو، در بخشی از قسمت‌های لس‌آنجلس، اکثریت بزرگ قتل‌هایی که اتفاق می‌افته به وسیله سیاه‌پوستان علیه سیاه‌پوستانه. یعنی تعداد سیاه‌پوستانی که به وسیله سیاه‌پوستان دیگه با تفنگ کشته میشن در رابطه با درگیری‌های خشونت‌آمیز یا کارهای غیرقانونی بسیار بسیار بالاتر، ده‌ها برابر بالاتر از تعداد سیاه‌پوستانی است که به وسیله سفیدپوستان کشته میشن. بنابراین ما باید توجه شما میزان داشت... جناب فرهاد عذرخواهی میکنم، میزان در واقع جرایم رو هم میگید که اونجا بیشتر هست، بنابراین طبیعتاً درگیری پلیس با اونها بیشتر، این رو بیشتر بهش میرسیم. ولی آقای آثاری چه اتفاقی میفته که یک جوان خیلی کم سن و سال، یه نوجوان شاید بشه گفت، اسلحه به دست میگیره، وارد یه کلیسا میشه و یه در به گلوله میبنده؟ چه اتفاقی میفته در ذهن یک نفر که این کار رو بکنه؟ ببینید، من چند تا مثال میزنم از شواهد علمی که وجود داره، تهش نتیجه گیری میکنم. اجازه بدید چند تا مطالعه رو بگم. مطالعه اول اینه که وقتی از پیرمردایی که توی بیمارستان هستن و بیمارن میپرسن که از در واقع میانگین آدمای همسن و سال خودتون وضعیتتون چطوره، میگن بهتر، در صورت که بدترن. وقتی از مردا میپرسن چقدر رابطه جنسی داشتی، میگن خیلی زیاد. وقتی از زنا میپرسن میگن خیلی کم. اینا همه شواهدیه که نشون میده گروه‌ها به نفع خودشون چیزها رو میبینن، یعنی همیشه از اوریج یا از میانگین بهترن. اگه از ایرانیا بپرسید میگن آره، جمعیت ایرانیا در واقع آیکیو بیشتری از جمعیت عادی مردم دیگه دنیا دارن. در واقع ما مغزمون به این شکل عمل میکنه که به نفعمون همه چیز تموم بشه. این نکته یه نکته. نکته دوم اینه که آدما در واقع خصلتشون اینه که اگر بهشون قدرت داده بشه از قدرت سوء استفاده بکنن. یه مطالعه خیلی معروفه که احتمالاً خیلی از بینندگانتون و خودتون میدونید و اون مطالعه که توی زیرزمین استنفورد انجام شد توسط یکی از پروفسورهای خیلی معروف، پروفسور لومباردی، و در واقع دو گروه کردن دانشجوها رو، دانشجوهایی که هیچ سابقه جرم جنایتی نداشتن، و یک گروه کردن زندانبان و یک گروه کردن زندانی، و انقدر زندانبان‌ها قبول کردن که در واقع باید اون گروه کنترل بکنن و خشونت بکنن که مطالعه متوقف شد به خاطر خطر جانی. بنابراین در واقع این یه مثالیه که شما وقتی یه قدرت، حالا مثل اینجا اسلحه، در واقع دسترسی به اسلحه میدید، دیگه باید منتظر عواقبش باشید، به خاطر اینکه ذهن بشر به نفع خودش و به نفع گروه خودش تصمیم میگیره و در واقع قضاوت میکنه. آقای فرهنگ، شما وجود تبعیض سیستماتیک یا نظامند و نهادینه شده رو به نوعی رد کردید، میگید که این وجود نداره، کما اینکه رئیس جمهور سیاه پوست است و الاخر، ولی در این حال روی مسئله اقتصادی هم تاکید ویژه‌ای دارید و میگید که در واقع اقشار محروم و کم درآمد یا بدون درآمد در آمریکا عمدتاً سیاهان هستند و طبیعتاً فقر پیامدهای خودش را هم داره، جرایم بالا، مواد مخدر و الاخر. ولی خود این داستان، اینکه یک بخشی از جامعه که اتفاقاً سیاه‌پوست هم هستند، فقیر توشون خیلی زیاد هست، این خودش به شما این رو نمیگه که احتمالاً یه تبعیضی در جامعه در کلیتش وجود داره که اینا نمیتونن به لحاظ اقتصادی رشد بکنن؟ 100% برمیگردیم به سیستم بردگی که به طور کلی این انسان‌ها برده بودن و 150 سال گذشته که با یک جنگ داخلی آمریکا که 5 سال طول کشید و تعداد کشته شدگان در این جنگ بیش از تعداد کشته شدگان آمریکا در تمام جنگ‌هایی است که این کشور داشته از انقلابش تا افغانستان و عراق، یعنی بیش از 700 هزار آمریکایی از بین 1860 تا 865 کشته شدن. جمعیت آمریکا در اون موقع 30 میلیون بود و 4 میلیون برده داشتن. بنابراین اون بردگی بدون تردید زمینه این تبعیضات و فقری است که بین سیاه‌پوستان آمریکا وجود داره. ولی فقر و طبقه فقیر محدود به آمریکا نیست. رابرت پاتنم
یک جامعه شناس بسیار برجسته دانشگاه هاروارد مطالعه وسیعی راجع به این موضوع نژادپرستی در مقایسه با وضع طبقاتی کرده و اون به خوبی نشون میده با اعداد و ارقام که همونطور که توضیح دادم قبل که شکاف طبقاتی در آمریکا چنون گسترش پیدا کرده که ریشه این ظلمی که به سیاهان میشه، ریشه این تبعیضات و تعصب رو بیشتر باید در چارچوب این شکاف طبقاتی دید تا در چارچوب شکاف نژادی. نه اینکه شکاف نژادی وجود نداشته باشه، ولی اون چیزی که در جامعه آمریکا جالبه که به نظر من واقعا مختص این کشوره، بحث طبقاتی در آمریکا بسیار مشکله. اگر یک کاندید برای مجلس نمایندگان یا سنا بخواد تاکید بذاره روی اختلافات طبقاتی، بلافاصله رسانه‌های گروهی متهمش میکنن که تو میخوای جنگ طبقاتی راه بندازی. به همین دلیل هم است که در آمریکا اتحادیه کارگری در مقایسه با تمام کشورهای صنعتی پیشرفته ضعیف‌تره. امروز شاید 5-6% بیشتر از کارگران آمریکا عضویت در اتحادیه کارگری نداشته باشند. یعنی توی فرهنگ سیاسی آمریکا توجه به مشکلات و مسائل طبقاتی بسیار بسیار کمه، بسیار در حالی که برخورد با این ظلمی که در آمریکا میشه باید از دیدگاه طبقاتی شروع بشه، نه اینکه نژادپرستی و تبعیض نژادی رو ندیده بگیره. ممنونم آقای فرهنگ. در نهایت راه حل چیست آقای آثاری؟ اگه اجازه بدید به من، به جای اینکه من چون در واقع محقق سلامتم و در واقع دانش سیاسی ندارم، میدونیم که اگر راجع به نژاد و در واقع شکاف‌های طبقاتی و نژادپرستی یا تبعیض صحبت بشه، در واقع خانواده‌ها بتونن باهاشون صحبت بکنن، هم سطح در واقع این رفتارها کمتر میشه و هم در واقع خانواده هاش در واقع مدارس مثلا برنامه هایی بذارن برای این مسائل. بنابراین من پاسخ این سوال شما رو این شکلی میدم که اگر این مسئله به آغاز گفتگوی راجع به ریس و دیسکریمینیشن، نژادپرستی، تبعیض، اختلاف طبقاتی منجر بشه و به جای اینکه سیاست نه بپرس نه راجبش صحبت کن، بیان اینو بازش کنن و توی مدارس در واقع قوانینی بذارن که راجبش صحبت بشه، به نظرم برای آینده آمریکا به. بسیار بسیار متشکرم شروین آثاری و منصور فرهنگ. ممنونم از اینکه با ما بودید و متشکرم از شما که تا انتهای برنامه ما رو همراهی کردید. این برنامه مانند برنامه‌های گذشته ما برای مدتی در صفحه 2 در وبسایت BBC فارسی در دسترس هست. آدرس ما هست bbcpersian.com/صفحه 2. همینطور اگر این برنامه رو از تلویزیون ندیدید، میتونید روی کانال ما در وبسایت یوتیوب همین رو دنبال بکنید. برنامه ما رو روی فیسبوک هم میشدید، facebook.com/صفحه 2. هم از طریق وبسایت همینطور از طریق فیسبوک میتونید با ما در تماس هم باشید. برنامه بعدی ما روز سه‌شنبه خواهد بود. شب و روزتان خوش.